ویل اسمیت برنده اسکار بهترین بازیگر مرد به خاطر ایفای نقش در فیلم شاه ریچارد پس از آنکه کریس راک مجری برنامه اسکار با سر تراشیده همسرش شوخی کرد روی صحنه رفت و به او سیلی زد. سلام، من بیتا آذری هستم با برنامه دیدگاه. آکادمی اسکار پس از این اتفاق در بیانیه ای تأکید کرد که از خشونت چشم پوشی نمی کند. اما فارغ از این سیلی خبرساز، رقابت دو فیلمساز زن بر سر جایزه بهترین فیلم از نکات مورد توجه اسکار 2022 بود و در نهایت به رغم پیشبینی ها فیلم قدرت سگ ساخته جین کمپیون از رقیبش باز ماند و جایزه اسکار بهترین فیلم به کدا ساخته سایان هدر رسید. در دیدگاه همراه با علی مصلح، روزنامه نگار حوزه سینما از ترکیه، حواشی و متن مراسم اسکار را بررسی می‌کنیم. آقای مصلح، ابتدا به حاشیه‌هایی بپردازیم که سیلی ویل اسمیت به مجری اسکار درست کرده. آکادمی اسکار هم بیانیه‌ای در این باره صادر کرد. حرکت ویل اسمیت چه بحث و نظرهای دیگری به دنبال داشته؟ ببینید، یک اتفاقی افتاده، اونم اینه که در راستای همه این جریان‌های سینمایی طنز و کمدی به خصوص در واقع شوخی با یک سری مسائل خاص انگار خط قرمز شده. یه عده میگن که این زیر سوال رفتن آزادی بیانه که یکی از ارکان دموکراسیه در غرب و واقعیت اینه که یک میل و در واقع گرایش وجود داره که شوخی و طنز، حالا از این شوخی هایی که در واقع مجریان یا اهدا کنندگان جوایز در اسکار و گلدن گلوب و غیره میکنن تا استنداپ کمدین ها، برن به سمت یک جور طنز پاستوریزه تر. کریس راک خب استنداپ کمدین خیلی با سابقه ایه، اینجا هم یک شوخی نسبتا ملایمی کرد با همسر ویل اسمیت، ولی این واکنش عجیب و غریب ویل اسمیت واقعا بی سابقه است، نه تنها در تاریخ اسکار و پخش زندهش، بلکه حتی در تاریخ تلویزیون در این لول و در این سطح که یک در واقع شرکت کننده به یکی از مجریان سیلی بزنه به این شکل، به این وضوح و میلیون ها نفر تماشا کنن. من فکر میکنم که تأثیرش اینه که بلافاصله در واقع بازتابش این بود که پلیس لس آنجلس بیانیه داد، گفتش که کریس راک شکایت نکرده، آکادمی بیانیه داد گفت ما خشونت برامون پذیرفته شده نیست. ولی فکر میکنم تأثیری که میتونه در میان مدت بذاره اینه که همین سطح از شوخی و طنز در رویدادهای مثل اسکار یا گلدن گلوب اگر برگزار بشه حتی محدودتر بشه، به خاطر اینکه این الان یک رویه‌ای شد که ممکنه مجریان در واقع اینجور مراسم در سالهای بعد، دوره‌های بعد، واقعا دچار ترس بشن که ممکنه یکی از مدعوین بره و همچین حرکتی رو تکرار بکنه و اصلا محکومیتش البته نشون میده که حداقل روی کاغذ پذیرفته شده نیست، ولی میتونه تاثیر روانی بذاره. آقای مصلح، پیش بینی میشد فیلم قدرت سگ برنده بهترین فیلم اسکار بشه، چطور شد جایزه به کدا رسید؟ واقعیتش اینه که رقابت بله بین این دوتا فیلم بود، ولی کدا یه ویژگی هایی داره که بر اساس مقتضیات روز و ملاحظاتی که در رسانه ها و در سطح در واقع اجتماع در بخصوص آمریکا وجود داره گزینه مناسب تری بود، اینجوری میتونیم بگیم، به خاطر اینکه کارگردان هر دو تا فیلم زن بود، ولی کدا به هر حال پرداخته به یه بخشی از جامعه آمریکا که پیش از این تصویر آنچنانی در واقع ما ازش توی هالیوود نمیدیدیم و هرچند که کدا یک فیلم مستقل از جریان اصلی سینمای آمریکا نمیاد، ولی به هر حال یک تصویر جدیدی ارائه میکنه از یک خانواده‌ای که همشون ناشنوا هستن به جز یک نفر و این یک جوری انسانی تر هم به نظر می اومد در قیاس با قدرت سگ که فیلم کلاسیک تریه، ژانرش وسترنه و به طور کلی الان سینمای آمریکا و اروپا داره میره به سمتی که موضوع و سوژه خیلی اهمیت داره، یعنی لزوماً دیگه حالا ارزش‌های سینمایی به تنهایی کافی نیست برای اینکه یک فیلم بتونه در جوایز یا فستیوال‌های سینمایی مورد تقدیر قرار بگیره. به همین دلیل و البته دلایل حرفه‌ای مانند اینکه احتمالاً پخش کنندش
قوی تر عمل کرده، به هر حال مال کمپانی اپل بوده و بعد منتقدان بهش روی خوش نشون دادن و اینکه اعضای در رشته بهترین فیلم همه اعضای آکادمی حق رأی دادن، حق رأی دارن، اینها همه باعث میشه که کدا در رشته اصلی یعنی بهترین فیلم تونسته باشه فیلم قدرت سگ رو شکست بده. شما به این موضوع اشاره کردید که رقابت اصلی بین دو فیلم ساز زن بوده. ارزیابی خودتون از این موضوع چیه؟ زن بودن این دو فیلم ساز آیا در توجه به فیلم هاشون تأثیر داشته یا کیفیت و تأثیر فیلمشون مورد نظر داوران بوده؟ ببینید، یک جریانی و یک مطالبه‌ای در سالهای اخیر در غرب شکل گرفته برای اهمیت دادن به حقوق زنان در عرصه هنری و به شکل مشخص در سینما. این مطالبه به تدریج پاسخ گرفت از طرف رویدادهای سینمایی در آمریکا، جوایز سینمایی و در اروپا فستیوال‌ها. همین امسال تمام فستیوال‌های درجه یک که اروپا جوایز اصلیشون رو به فیلمسازان زن دادن. سال گذشته اسکار جایزه بهترین فیلم و بهترین کارگردان رو به اثر یک فیلمساز زن داد. امسال هم می‌بینیم که رقابت اصلی بین فیلم‌های دو کارگردان زن بود. بنابراین در این مسیر در پاسخ به این مطالبه اجتماعی گاهی به نظر میرسه که کیفیت فیلم‌ها قربانی میشه یا حداقل تحت تأثیر قرار میگیره. یعنی اگر دو فیلم باشن که فرض کنیم کیفیت یکسانی دارن، الان این مطالبه و این جریان و این خواسته اجتماعی به این سمته که اثر کارگردانی که جنسیتش زنه بیشتر مورد توجه قرار بگیره. اساسا نظر شما درباره توجه به اقلیت‌های جنسیتی یا نژادی در اسکار امسال و سال‌های اخیر چیه؟ ببینید، این هم همینطوره. یعنی موازی با این که زنان در واقع آثار کارگردانان زن یا فیلم‌های با سوژه زن و زن محور مورد توجه قرار گرفته، یک جریان دیگه هم وجود داره که اقلیت‌ها در واقع سوژه فیلم‌ها قرار بگیرن و الان تقریباً تبدیل شده به این که اگر فیلمی بخواد در رویدادهای سینمایی مثل جشنواره‌ها یا جوایز سینمایی موفق بشه، باید حداقل یک یا دو کاراکتر از این اقلیت‌ها داشته باشه. این هم اصلا جای شک و شبهه نداره. به همین دلیلی که ما میبینیم امسال در ترکیب برنده های رشته بازیگری مثلا ویل اسمیت جایزه میگیره که سیاه پوسته، جایزه نقش در واقع اسکار نقش اول مرد رو میگیره، اسکار نقش مکمل زن هم داده میشه به یک هنرپیشه با رگ و ریشه لاتین و اساسا استیون اسپیلبرگ فیلم داستان وستساید رو در واقع بازسازی میکنه با کاراکترهایی که از اقلیت‌ها هستن. بنابراین این هم در کنار زنها به شدت تأثیر گذاشته روی صنعت سینما و روی رویدادهای سینمایی. این نگاه به گفته شما اجتماعی و رسانه‌ای به سینما روی کیفیت هنری و سینمایی فیلم ها چه تأثیری گذاشته آقای مصلح؟ تأثیر گذاشته، به خاطر اینکه وقتی یک در واقع سوژه محوری یا اهمیت محتوا میره بالا، خود به خود در واقع این شکلی میشه که کیفیت هنری و ساختار و اجرا در مرحله دوم اهمیت قرار میگیره. یعنی شما اگر الان نگاه کنی فیلمی مثل تلماسه به لحاظ تکنیکی و به لحاظ اجرا و کارگردانی از دو فیلم قدرت سگ و کدا فیلم با کیفیت تری به نظر میرسه و فیلمیه که بودجه بیشتری هم براش صرف شده و وجه سرگرم کنندگی بیشتری هم داره. این اتفاق افتاده و گاهی اینجوریه که در واقع به نظر میرسه که این فیلمهایی که در جشنواره ها و جوایز سینمایی سالهای اخیر تقدیر میشن، جایزه میگیرن، ممکنه به لحاظ ماندگاری از منظر نقد سینما اونقدری فیلم های درجه یکی نباشن، ولی به هر حال الان وجه اجتماعی سینما در غرب خیلی مورد توجهه و گاهی کیفیت هنری و ماندگاریش از نظر سینمایی و تاریخی تحت شعاع قرار میگیره. آقای مصلح، ناکام های دیگر این دوره از اسکار چه فیلم ها و چهره های بودن؟ کدوم فیلم ها یا چهره ها پیش بینی میشد که بیشتر مطرح بشن ولی این اتفاق نیفتاد؟ ببینید، در رشته بازیگری، حالا من یه نمونه های مثال میزنم به خاطر اینکه وقتمونم زیاد نیست، مثلا در فیلم
حالا قدرت سگ که بزرگترین ناکامه در واقع اسکار امساله، برای اینکه 12 رشته نامزد بود و فقط یک جایزه برد. ولی اگر وارد مثلا عواملش بشیم، بندیکت کامبربچ واقعا کیفیت کارش جوری بود که پیش بینی میشد که اسکار بهترین بازیگر نقش اول مرد رو ببره، ولی خب ویل اسمیت برد در یک فیلمی که به اندازه قدرت سگ کیفیت سینمایی نداره، ولی همون ملاحظاتی که عرض کردم اینجا در واقع ارجحه. یا مثلا نیکول کیدمن به خاطر اینکه نقش لوسیل بال رو بازی میکنه، یک در واقع ستاره دوره کلاسیک، پیش بینی میشد که اسکار نقش اول زن رو بگیره، ولی باز داده شد به یک فیلم دیگه‌ای که باز هم البته کاراکتر یک شخصیت واقعی و تاریخی داره که جسیکا چستین نقشش رو بازی میکرد. و فیلم بلفاست با وجودی که در رشته‌های زیادی کاندیدا بود، فقط اسکار بهترین فیلمنامه رو گرفت. فیلم استیون اسپیلبرگ داستان وستساید با وجود اینکه خب خیلی کیفیت بالایی داشت، خوش ساخت بود، یک موزیکال متفاوت بود، فقط در یک رشته نقش مکمل زن جایزه برد. اینها در کنار هم یک مجموعه ای از ناکامی ها رو شکل میدن که تحت تاثیر توجه به فقط سه فیلم در واقع تعداد ناکام های اسکار امسال رو بالا میبره. و دقت کنیم که 12 فیلم ما امسال داشتیم که فقط یک جایزه بردن و این یه اتفاق کم سابقه است. یکی دیگه از ناکام‌های امسال فیلم لیکوریش پیتزای پل تامس اندرسون بود که با وجود اینکه در سه رشته نامزد اسکار شده بود، ولی پیش‌بینی می‌شد به دلیل سابقه کارگردانش، محبوبیتش در آمریکا و اینکه فیلمساز قدر و امضادار و مؤلفی تلقی میشه، فیلمش حداقل در رشته فیلمنامه بتونه جایزه ببره. ولی باز دیدیم که این اتفاق نیفتاد و به دلیل پخش شدن جوایز بین تعداد زیادی از فیلم‌ها، لیکوریش پیتزا حتی یک جایزه هم نبود. بسیار سپاسگزارم از شما علی مصلح، روزنامه‌نگار حوزه سینما از استانبول، ترکیه. امیدوارم از این برنامه بهره برده باشید. ممنون که همراه ما بودید.